بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 25 تجوید قرار داریم. ما در این درس میخواییم که سوره اخلاص که همه ما با او آشنا هستیم این ترتیلش ببینیم و یکان اشتباهاتی که موجود سوره یادداشت کنیم. این سوره سوره است که اکثریت مردم ایره در نماز میخوانند و بعضی جایهای بسیار مهم داره که ما باید رو بفهمیم و معمول جایه را برای شما در این درس بیان میکنم و تلاوت شما میکنیم که به مو رقمی که مربوط ترتیلش مربوط همی درس میشه کوشش کنیم که می ترتیلش در می درس ختم کنیم. در اول سوره لغت قل آمده. قل در عربی بگو منا میته. وقتی که ما لام قل سعی کنیم، لام قل سکون است و وقتی که سکون بود ما باید یک اندازه اترو وقفگک بکنیم و حرکت نتیم لامه که لام حرکت از پیش ما نگیره و گفتیم که قاف از جمله حروف استعلاس یعنی حروف است که پر تلفظ میشه و لام حرکت سکون است، حرکت نداره. وقتی که ما میخوانیم میره باید بگوییم قل 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 استاد شیم سرش امرای حرف بعدی یا امرای لغت بعدی باید یک جاش نکنیم. خب دوم لفظ که از لفظ جلاله یا ما که میگیم الله، وقتی که ما تلفظ نام الله متعال میکنیم باید امی ها که در آخر اسم الله هست ایره باید طور تلفظ کنیم که هوا از جریان پیدا کنه، خارج شوه، از دهن ما خارج شوه تا ها درست تلفظ شوه. لام الله که هست ای پر تلفظ میشه و قانون لام تنها در لفظ جلاله فرق میکنه نظر به لامی که در دیگه حروف عربی است. در سوره اخلاص در دو جای نام الله آمده و در هر دو جای نام الله را ما پر تلفظ میکنیم لامشه. خب این را متوجه باشین و متوجه باشین که وقتی که ما میگیم الله آخرش امی ها را درست تلفظ بکنین که فهمیده شوه و اگر شما بگین الله الله یعنی که شما آخرش کته الف استاد کردین که بازو اشتباه میشه. حرف لغت سیوم که از عبارت از احد است و ما ایره اکثرا شنیدیم که ایره تمام میشه در یک کش میخوانن احد میگن احد که ما وقتی که احد بگوین معنی از ایست که های از ایره شما سکون ساختین، در حقیقت الف حرکت دادین و ها و دال اردوش سکون ساختین که به یک هجا میخوانین. ای به دو هجا خوانده میشه، ای رقم خوانده میشه احد احد، که متوجه باشین که ای تقریبا ایتو امی الفش که است، الف همزهش که است فتحه داره که فتحه باید یک حرکت خود اول بگیره بعد از او ها و دال یک تلفظ دیگه شده. خب ایران فهمیدیم. میریم سر الصمد. ما گفته بودیم که لام در این لغت که است لام شمسی است که نوشته میشه و خوانده یا تلفظ نمیشه و صاد که است از جمله حروف استعلاس یا پرس مثل قاف واره که بلند تلفظ میشه، که متوجه باشین که تیز نخوانین ایره، که ارگاهی رو تیز بخوانین این صاد به سین تبدیل میشه و معنی باز تغییر میکنه. خب این را ما میخوانیم اصومد اصومد، صاد خوب بلند تلفظ میکنیم. نال من میرم بالای از این ترتیل تلاوت از این سوره و دو دفعه ما ایره نوشته کردیم. در یک بارش ببینین که لفظ جلاله را سرخ ساختیم و در آیت سیوم و چارم ایره متوجه باشین که ما سه دفعه لم 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 آمده، لام میم
لم، یعنی نمی‌مانمت، نفی مانمت. و ای وقتی که ما میم تلفظ میکنیم، میم از این سکون است که متوجه باشیم که میم سکون تلفظ کنیم، میم از پیش ما حرکت نگیره. میم سکون وقت میشه که وقتی که ما میم میگیم لبای ما باید با هم بچسبه، و اگر چسبید و باز شد یا حرکت گرفت. باز این یک مشکل داره که متوجه باشین. و در لغت یکن، یکن نوشته شده و چون نون نون ساکن است و نون ساکن پشت سرش لام آمده، در این حالت ما ای را ادغام میکنیم، نون بیخی تلفظ نمی کنیم و کاف کافی که دو است کاف کتی لام یک جا میشه و کاملا نون تلفظ نمیشه، که وقتی که ما میخوانیم اینو میگیم ولم یکل لهو. وقتی که لهو هم میگن متوجه باشین که پشت ای امی های از ای که است، ها دو حرکت میگیره. بازی رو پسار میگیم که میگیم که چرا دو حرکت میگیره. خب و در آخر ایام باید بگویم که در آخر هر آیت حرف دل است. دل از حروف قلقل است که ما باید ایره درست قلقله بکنیم. من حالا بر شما ایره میخوانم، تلاوت میکنم، شما هم کوشش کنید که متوجهش باشین، ببینید که من چی رقم ایره تلاوت میکنم. بعد از این سوره ما سوره اخلاص که خلاص کردیم، سوره الناس هم ما درسای گذشته خواندیم، سوره الفلق هم ما در گذشته خواندیم و سوره فاتحه هم خواندیم. انشاءالله امی سوره فاتحه و این سه سوره ها را ما میتونیم که در نمازهای خود به صورت درستش بخوانیم. و ما کوشش باید بکنیم که نامای سوره ها را باید یاد داشته باشیم. ما وقتی که سوره اخلاص میگیم مطلبش این از امی سوره است. سوره الناس که میگیم مطلبش از سوره که ما به نام قل اعوذ برب الناس میخوانیم. و وقتی که ما قل اعوذ برب الفلق میگیم این سوره الفلق است که ما باید کوشش کنیم نام سوره ها را به نامش بشناسیم. و میریم بالای تلاوت ازی که متوجه باشین. ما در از بعضی مردم امیر شنیدیم که ایره میگن قل والله احد. این قل والله نیست، که متوجه باشین که این تلفظ غلط است که کسایی که میگه قل والله. ایره باز نال من تلفظ میکنم، شما ببینید که من چی رقم تلفظش میکنم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اگر شما متوجه باشین که ما دسر ولم یولد ایره یک اندازه مد دادیم، ببینین مد اصلی است، اینجا کش میشه دو حرکت و در آخر هر کدام ما قلقله کردم داله و سر لم سر میم ما متر نشان دادم که سکون است. یک طریق خواندن دیگه از این هم است که دو آیت اوله می کسایی که بعضی قاری هاست که با هم یک جا می خوانند که ایران متوجه باشین، این ربطان می خوانم که اگر به این رقم بخوانن شما فکرتان مشوش نشه که این رقم طریقی خواندنش است، که این عرف احد که در آیت اول است با لفظ جلاله که در شروع آیت دوم است این را با هم یک جا می کنن، ببینید که چی رقم خوانده می شه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. امید است که این درس براتون درست شرح شده باشه و مورد توجهتان قرار گرفته باشه. و کوشش مادرمی است که امی سه سوره که ما گفتم سوره اخلاص، سوره الناس، سوره الفلق است، این سه سوره را ما به صورت درستش یاد داشته باشیم همراه سوره فاتحه، که باز بعدا موازی به درس‌های خود ما می‌خوایم که
یک درس یا دو درسی در راجع به نماز هم بیان بکنیم. دیگه درس ما میجا خاتمه میتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.